بریم. بررسی سریال آفتاب پرست از تازه ترین سری کمدی های شبکه نمایش خانگی توی این قسمت برنامه. سلام، من رضا سلاح‌ورزی هم اونجا پلی بک. امروز راجع به سریال آفتاب پرست ساخته برزو نیک نجات حرف میزنیم که از پلتفرم فیلم نت پخش میشه. دو قسمتشو دیدم، به نظرم دیگه وقتش بود که بریم سراغش. برو بریم. چرا میگم پورشه خیلی باحال؟ پورشه تو ماشینا به قدرت سرعت معروفه. من تو کار خودم به قدرت سرعت معروف بودیم و هستی. برای ما سطح یکیم تو کار خودمون. سلامتی همه خوبا. سطح یکا. قبل از اینکه راجع به خود سریال حرف بزنیم، یه ذره در مورد عواملش بیشتر بدونیم، چون کمک میکنه یه پیش زمینه پیدا بکنیم که قراره با چه کاری روبرو بشیم. لیست بازیگرا که مشخصه، اصلا هیچ کاریش نداره. میریم سراغ آقای برزو نیک نجات، کارگردان کار که ساخت مجموعه های مثل دردسرای عظیم، ساخت ایران دو، فیلم های مثل زاپاس و لون زنبور رو توی کارنامه‌اش داره. آقای سید مصطفی احمدی تهیه کننده کار هم که از سریال هیولای مهران مدیری میشناسیمش و این روزا میشه گفت که کلن کنداکتور فیلم نتو گرفته دستش ایشون. یه تنه همزمان سریال راز بقا، شهرک کلیله و دمنه و سریال آفتاب پرست رو تو این پلتفرم در حال پخش داره. و نویسنده کار آقای امیر برادران. تنها کاری که من خبر دارم ایشون خودش تنها نوشته کار هیولای مهران مدیری و فصل دومش دراکولاه و تا جایی که باز من خبر دارم باقی کارا رو عضو تیم نویسنده ها بوده. از سریال ساختمان پزشکان و فیلم هزارپا بگیر تا مجموعه خندوانه، قلم کمدی ایشون رو دوست ندارم. همین که اسم امیر برادران رو به عنوان نویسنده سریال آفتاب پرست دیدم، اولین پوان منفی بود واسه من، بخاطر اینکه با جنس کمدی که ایشون می‌نویسه من شخصا خیلی غریبم، یعنی اصلا جذاب نیست برام. این از این. بریم سراغ آفتاب پرست. مادر به آقا جمال شیر زده. شیر. جعفر خیلی بالا مادری دیگه عدسی که نمیدن. شما اصل مطلب بگو. شیر شیر. من مادر این شیر پسر هستم. شما بوی حاج آقا پرشه رو آوردید اینجا. بوی حاج آقا پرشه اینقدر ماندگاری داشت که تو زندگی من دیگه احتیاجی به بوی کسی دیگه نداشتم. الله اکبر. بالا سرش یه آدم فرنگی مثل من بودن. قبل از اون اگه با برنامه ما حال می‌کنی و دوستش داری، لایک بکنیم ویدیو رو لطفا، و اگر تازه به جمع ما اضافه شدی که خیلی خوش اومدی، سابسکرایب کانال یادت نره، به خاطر اینکه به رشد ما خیلی کمک میکنه. دمت گرم. مواجهه اول با تیتراژ کاره برام آشنا بود ولی یادم نمیومد کجا دیدمش. اجرای خوبی داره ولی یه نکته مهم درش هست. داره یه قصه ای رو روایت میکنه. یک آدمی که مثل عنوان سریال یعنی آفتاب پرست مدام رنگ عوض میکنه و شخصیت‌های مختلف میگیره. خب در نگاه اول به من میگه که یه چیزی شبیه مرد هزار چهره مدیری قراره ببینم، ولی یه ذره که به مغزم فشار آوردم یادم اومد فیلم کچ می اف یو کن آقای اسپیلبرگ محصول 2002. اگه ندیدین این فیلمو که الان دارین مقایسه تیتراژش با تیتراژ آفتاب پرست رو میبینین. قصهش هم در مورد یه باباییه که خودش رو تو شغلای مختلف جا میزنه، عین چیزی که به احتمال 95% قراره تو قسمت‌های بعدی آفتاب پرست ببینین. خلاصه که هنوز اولین پلان سریال رو هم نشون نداده، تا قسمت آخر رو میشه پیش بینی کرد، یعنی عملا هیچ غافلگیری و سورپرایزی برای من نداره. این قابل پیش بینی بودنه فقط توی تیتراژ نیست، اکثر شوخیای کار رو میشه حد زد و این بزرگترین ضعف یک کمدیه که مخاطب جلو جلو بدونه با چی میخوای بخندونیش. از تضاد استفاده میکنه برای ساخت شوخی ولی در ساده ترین حالت ممکن. مثلا وقتی به قاب عکس پدرش رو این دیوار اشاره میشه، من مطمئنم اول میره سراغ عکس اشتباه. یا وقتی لات بازی در میاره میدونیم که قراره جلوتر کتک بخوره. آقای نیک نجات دستت روه، واسه همین نمیتونه بخندونه. در مورد پژمان جمشیدی قبلا توی برنامه فیلم الفزار صحبت کردم و گفتم که چقدر خوشحالم براش که از خیلی سوپر استارای ایران هم داره بهتر و قوی تر میشه. اما بازیش توی سریال آفتاب پرست تکرار مکرراته، چیزی که با انتخاب نقشای خوبش توی سالهای اخیر سعی کرد ازش فرار کنه. ولی حالا این پژمان جمشیدی که توی آفتاب پرست داریم میبینیم همون پژمان جمشیدی خوب بدجلفه که قلفتی کنده آورده گذاشتتش توی یه قصه دیگه. حتی تیک کلامای آقای پرشه با پژمان خوب بدجلف یکیه. کسافت. کسافت. نه تنها تیک کلاماش بلکه لحن بیانشون هم یکیه. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ چون بخشی از اون شخصیتی که پژمان برای اون مجموعه ساخته بود از کاراکتر خود پژمان جمشیدی بیرون می اومد. اینجا هم همینه. شخصیت آقای پرشه بخش زیادیش وام گرفته از خود پژمان جمشیدی واقعیه.
برای همینه که انقدر شبیه همه. وقتی این اتفاق میفته چند تا نکته ریزو به من میگه. یک، اینکه توی فیلمنامه شخصیت درست درمونی براش نوشته نشده که بازیگر مجبور انقدر از کاراکتر خودش براش مایه بذاره. اونجا توی خوب بد جف قضیه فرق میکرد به خاطر اینکه داشت نقش پژمان جمشیدی رو بازی میکرد. دوم اینکه کارگردانی و بازیگردانی هدفدار و قوی پشت کار نیست که از این مسئله جلوگیری کنه. و سوم اینکه خود پژمان تلاش زیادی برای شخصیت سازی نکرده. حالا این میتونه دلیلش تمرین نکردن گروه باشه، میتونه ارتباط کم کارگردان و بازیگرا باشه، میتونه اصلا بی اهمیت بودن پروژه برای کل تیم باشه، نمیدونم دقیقاً چرا، ولی این هست. ها یه چیز دیگه، چرا انقدر داد میزنه همش؟ اصلا خستگیم در رفت. دوستمه من، علی این حرفام، علی این کثافت کاریام، اینا کی خراب کرده؟ یعنی واقعا تو همون قسمت یک از یه جایی به بعد دیگه صداش افتاد تو سرم، ولوم تلویزیون کم کردم. حمیدرضا آذرنگ توی مدیوم تصویر شاید به خاطر نقشای فرعی که بیشتر بازی کرده خیلی شناخته شده نباشه، اما مخاطبای تئاتر خوب میشناسنش و جالب بدونین که جدا از یه بازیگر توانمند یه نویسنده خیلی خوب هم هستن ایشون. من به شخصه از سال 88 یا 89 بود که نمایش خنک‌های ختم خاطره رو از ایشون دیدم، باهاشون آشنا شدم و از همون موقع طرفدارشم و به نظرم آقای آذرنگ یکی دیگه از هدایای ارزشمند تئاتر به سینماست. توی آفتاب پرست هم تا اینجا به نظرم منوچه جذابترین شخصیتشه. یعنی آقای آذرنگ تنها عضو کست بازیگری این سریاله که داره تلاش میکنه شخصیت بسازه واسه نقشش. خانم باران کوثری هم که چیز خاصی ندیدیم ازش، نه خود نقشش نه موقعیت‌های کمدی که براش نوشته شده، هیچ کدوم جذاب نیست. جدا از همه اینا کاملا مشخصه که تلاش شده یه کار تر و تمیز بسازن. موسیقی آقای آریا عظیم نژاد داره کار میکنه واسه سریال و به موقعیت‌های غیر جذابش یه ذره رنگ و بوی کمدی میده. تنوع لوکیشن بخشی از حجم زیاد دیالوگای خسته کننده کار رو داره کاور میکنه و تلاش میکنه که مخاطب رو تا آخر اپیزود بکشه، اما خب طبیعتاً کافی نیست به خاطر اینکه همچنان کلیت قضیه خسته کننده است و واقعا سخت تا آخر دیدنش. با اون قصه تکراری که توی تیتراژ لو میره یا با اون شخصیت اول غیر جذابش یا حتی با شوخیایی که چنگی به دل میزنه، در نهایت میشه سریال آفتاب پرست رو به لیست طولانی کمدیای غیر موفق اخیر نمایش خانگی اضافه کرد. ولی خب از اونجا که ما آدمای خیلی مثبت گرایی هستیم، من همچنان امیدوارم که یه کار کمدی خوب از راه برسه و این شرایط شبکه نمایش خانگی رو عوض بکنه. ولی تا اون روز که نمیتونیم بیکار بمونیم که کار خارجی خوب ببینیم. توی این دوتا ویدیو چند تا سریال کوتاه جذاب معرفی کردم که پیشنهاد می‌کنم برنامه‌هاشو ببینید تا فعلا بدون سریال نمونید. قسمت اول سریال کمدی شبکه مخفی زنان پخش شد، ولی خب هنوز وقت نکردم ببینمش، ولی با خلاصه داستانی که ازش خونده و کست بازیگراش نوید یه کار خوب میده، یا امیدوارم لااقل یه کار خوب باشه. ندیدم هنوز، ولی خب میبینم، همین چند روزه میبینم. برنامه‌اشم توی پلی‌بک داریم. خیلی مخلصیم.